أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. عرش که تمام تحولات و تغییراتی که در عالم کائنات پیدا میشه بر اثر تصادف نیه، به برنامه ریزی نیه، تمام این به علم ازلی خداوند از ازل برنامه ریزی شده، از ازل تمام قضایا معلومه. از همو موقع معلومه که به بهش یا به دوزخ میلیون ها سال بعد از اینکه قیامت بشه چکار میشه، تمام حوادث پیش بینیه. نه تنها در زندگانی انسان، در تمام کائنات کدام کرات به چی وقت اینا تشکیل میشن، کره تشکیل میشه، چی وقت اینا پاشیده میشه، چی وقت دوباره ذرات یک جا میشه و یک کره جوان به وجود میایه، دیگه به وجود میایه. تمام اینا برنامه ریزی دقیقه، نه به سال، نه به ماه، نه به روز، نه به ساعت، که به دقیقه و ثانیه، اما برنامه ریزی. و تمام اینها بر اساس قوانین علیت و معلولیت در کائنات استواره. تصادفی که بعضی اوقات ما و شما به هم دیگری میگیم، ای از روی نادانی به اسباب و علله. فلانی رفت در بین بازار با ماشین تصادف کرده، من رفتم فلانی جا اتفاقا دوست خود دیدم، اتفاقا تصادفا فلانی خیلی بدشانس بود، سه دفعه بازار رفت دکان بسته بود، این بدشانسه. فلانی خیلی خوششانسه، خیلی خوششانسم، میخواستم از خانه بیروشم که فلانی رو ببینم، خود فلانی آمد، چه خوششانسی. اینا عرفای زنای بیوه که مردا استعمال میکنن، اینطور این درست نیه، این چیز اتفاقی و تصادف نیه، تمام بر اساس اسباب و علل خود مو به مو اینا اجرا میشه. یک ثانیه تخلف و مخالفت وجود نداره. این کائنات که علت العلت زیر بنای قضیه اراده پروردگاره و علم پروردگاره، و علم پروردگار، قدرت پروردگار، علم و قدرت واجبه، لایتنایی و اراده نافذ خدا در کائنات. اما چیز اسبابشان مشخص و معینه. ما بعضی اوقات میفهمیم که اگر 5 ساعت نان نخوریم گرسنه میشیم، هیچ وقت نمیگیم که اتفاقا ما گرسنه شدیم، چون میدانیم که 5 ساعت 6 ساعت نان نخوردیم، این علت تمامه. بعضی چیزها رو نمیمانیم، رفتی که چا بکنی 5 متر کندی که یک دفعه اونجی خدا نصیبت کنه 1 کیلو طلا هم اونجی هست، میگی اتفاقا پیدا شد. او اتفاقی نیه، تو نمیفهمیدی و اما علت داشته، او یک کسی اونجا آورده گذاشته، تو هم رفتی اما نقطه را حفر کردی، علم نداشتی. علم تو ای بوده که آب وقتی که آب میای نمیگه که اتفاقا آب پیدا شد، چون میدانی از اول که زیر زمین آب هست، میگه خب چا کندم آب بیرو شد، خوش شانس بودم و نمیدانم که اتفاقا تصادفا آب پیدا شد، این را نمیگی. اگر یک انگشتر طلا پیدا کردی میگی اتفاقا تصادفا، چون تو از علتش خبر نبودی. 100 سال پیشتر اونجا انگشتر طلا از یک زن افتید بین امو خاکا رفت، بعد بلیش دیگه بعد آمد خاک آمد بلند شد که امروز تو کندی، اونا هم علت و معلوله. خب ای که شد، ای در کائنات باید عمیق سن فکر کنیم. رحمت خدا دو قسمه که در 114 مرتبه در قرآن تکرار شده. سوره برات بسم الله الرحمن الرحیم نداره، ولی در مورد سلیمان داره، در خود سوره
که انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم. 114 مرتبه دوتا به هم یک جامع در رحمن و رحیم. در خیلی جا رحیم تنها آمده، در خیلی جا رحمان تنها آمده. پس رحمت خدا بر دو قسمه. ای بسم الله یک دنیا معنا داره، رحمان و رحیم دو نام و دو لقب و دو صفت و دو معنا داره. رحمت رحمانیه تکوینیه، رحمت رحمانیه رحیمیه تشریعیه. اونا هر دو رحمت در پناه امی مقررات و امی قانون سخت الماسی و فولادین علیت و مسببیت که قابل استثنانیه، این باید در کائنات قبول کنیم. معرفت خدا را کمی که گفتیم، خدای واجب الوجود ازلی علیم قادر وجود داره، این همی عرفایی که گفتم بر او مترتب میشه. ما درس اخلاق میخوانیم، اینا فلسفه کلامه، ولی من مجبورم که اینا را بگم. قبلنم گفتم یک موضوع دیگری ما داریم، دعا. دعا بکنیم یا نکنیم؟ یک ادمی نکنیم چی میکنیم که دعا کنیم؟ دعا غلطه، اما کائنات روی بر اساس علیت استواره. خود شما میگن به ما میگه، خب پس ما چی دعا کنیم؟ علت باشه و معلول نباشه، تخلف معلول از علت عقلا مستحیله و تخلف نمیکنه. خیلی خوب، میگم نه دعا غلط نیست، تو غلط میکنی که یه حرف میگی. در قرآن بر روی دعا خیلی تاکید شده، رابطه بنده و خدا به دعایه. دعا بعض اوقات از نماز خواندن و قرآن خواندن بهتر، خیلی تاکید شده بر دعا. کسانی که از دعا کردن استکبار میجویه، سرباز میزنه که برای من لازم نیه که هر روز گدایی کنم پیش خدا، خیلی در قرآن با اونا مورد مذمت واقع شده. بنده در تمام حالات باید دعا کنه. این قرآن به ما میگه، سنت میگه. بین این دوتا خوب اینا چی قسم جمع میشه با او عرفایی که من قانون علیت گفتم؟ امید در او افتام بعد از درسم یک عده از ما سوال کردن که پس ما این دعا رو میکنیم چیکار میشه؟ ای انبیا دعا میکنن، خدا دعای اونا رو قبول کرده. بعض اوقات مؤمنین دعا میکنه، دعا رو قبول میکنه. ها دعا از امی سلسله علیت خارجی نیه، اونم در تحت امی سلسله، هیچ تناقض نداره. فهمیدنش یک کمی مشکله. نگه دعا کو، ادعونی استجب لکم، دعا ما اجابت میکنم، ولی اجابت میکنم در امی در چارچوب، یا به اصطلاح افغانی ما در چوکات قانون علیت. یعنی خلاصه شر بگم کمی خوب درست بفهمید، دعا گایی در سلسله وقوع یک شی مدخلیت داره، گاهی دعا در سلسله وقوع یک شی مدخلیت نداره. او که مدخلیت ما نمیدانیم، این ما نمیدانیم که کدوم دعا مدخلیت داره، در سلسله وقوع چی، از جمله از در کدام چیز در سلسله اسبابش دعا تاثیر داره، او ما چی میدانیم؟ علم غیب میخواهه. ولی این ما میدانیم که دعا در وقوع بعضی از اشیا مدخلیت داره، بعضی اوقات هم مدخلیت نداره. او که مدخلیت نداشت که هزار دفعه دعا کنی قبول نمیشه، قواب قبول نمیشه، ولی بد ثواب میده. نگم بد گفته بودم دعا کن، تو خبر نداشتی، میگفتی شاید اینجا دعا در سلسله وقوعی عللی او شیی که واقع میشه، این دعا مدخلیت داشته باشه. دعا کردی، از مخاصی پیش ما تضرع کردی، الدعا مخ العباده، طبق یک روایت مخ العباده، ثواب میدم.
ثواب خدا به قیامت میده، دعای تو قبول کنه یا نکند میده. پس دعا بیهوده نیه، اگر قبول نشود به ثواب میده، اگر قبول شد به ام به مراد رسیدی و ام ثواب گیری تا میده. بعضی اوقات دعا در سلسله علل وقوع یک شیء مدخلیت داره. مثلا امی شب قدر بگویم که شما دعا میکنین، در خیلی دعای شب قدر است که اللهم ارزقنی حج بیتک الحرام، باید پول میخواه، یک علتش پوله، اراده خود توه، در یک کشوری باشی که اونجا به مکه تو را میگذارن، اونا را باید درست کنی، پاسپورت باید درست کنی، زاد و رایلی خود درست کنی، او دیگه کارا را میکنی. ولی به قسمیه که اگر دعا کنی خداوند تو را میفرسته، این مدخلیت در اگر نکردی، ولو صحیح و سالم باشی، پولدار باشی، پاسپورت هم داری، اما کار تو درسته، یک به تیاره میری میشینی، یک دفعه تیاره پنچر خراب میشه، میگه برن که پرواز من حل شد، کنسل شد، میایی پایین میشه، میایی خانه که بچه مریضه، سه روز بعد که میگه بیاین که پرواز کردن، بچه مریض میشه، رفتن نمیتوانی، میمانی، دعا نکرده بودی. اگر دعا نکردی تو به همین پرواز نمیرفتی، به یک پرواز پیشتر میرفتی، کارت میشد، نشد. پس دعا کردن با این قوانین ایلیتی که ما میگیم منافات نداره، چون دعا، قبول کردن دعا، قبول شدن دعا، تمامش در سلسله امی قانون ایلیت داخله. معجزات انبیام در امی سلسله داخله، اونام تابعات قانون ایلیت هست. او سبب ما نمیدانیم که شق القمر چه قسم شق القمر شد، او خدا میدانه، به پیغمبر تعلیم میکنه، باز تابعات امی قانون ایلیت هست. دعا کردن خیلی خوبه، کمال بندگی انسانه، روی آدم شفاف میکنه، چارچ میکنه روی بدن انسان، هر دفعه که یا الله میگی از اون که از عمق دلم بگویی، روی چارچ میشه، قوی میشه، شفاف میشه، خیلی فواید داره. انشاءالله امیدوارم که دیگه نگین که ایچ کار میشه و ایچ کار میشه، یعنی دعا در خود سلسله باید تاثیرش وقتی اجابتش که در سلسله عللی او شیعی واقع شده باشه. خب سیوم ما چی میخواندیم؟ این خیلی طول کشید، بایدم میگفتم این مربوط به فلسفه بود، به علم کلام بود، هیچ ربطی به علم اخلاق نداشت، ولی دعا کردن خیلی تاثیر داره، چون به دعا مربوط میشد. و این شبه را امید خیلی سوالم میکنن، در امید سوال کنن دای تلویزیون، بعضی دخترها میمیسن که من نماز شبم میخوانم، ما متدینم هستیم ولی دعا قبول نمیشه. اونا خیال میکنن که قضیه خدا داد و ستده، تو که نماز شب خواندی و کار تو رو میکنه. نه، او کار تو باید به چیز درست شو که مصلحت داشته باشه، در سلسله وقوعی او شی که واقع نباشه دعای تو قبول نمیکنه، استجابت نمیکنه، اما از بر دعا کردنت به تو ثواب میده، ثواب زیاد. ای خلاص، مجبور بودم که یک دو سه هفته ای را بخوانم که خواندم. مسلمان ایت خیلی ها به این اشتباه میکنن، درست درک نکرده. یکی دیگه اخلاص، ما چی را میخواندیم؟ قسمت اخلاق، اخلاق بنده با خدا، اول محبت خدا بود، آدم باید خدا را دوست داشته باشه، نه که بد پول داد، نعمت داد، مؤمن الرضای کافر الغضب نشوی به قول خلیفه ثانی رضی الله عنه، نشوی که اگر ناراحت بودی اصلا از خدا به خدا محبت نمی کنی، میگه تو مر دوست نداری، من تو دوست ندارم، چرا دعا رو قبول نکردی، چرا به من ایر ندادی، اور ندادی. به هر حال با خدا محبت داشته باش. امی مقداری که میلیون ها یا صد ها هزار شرط فراهم کرد که تو را به دنیا آورد، به اشتبت داد، تو را ادایت کرد به سوی خود، که اگر ده هزار سالم خدا را تشکر کنیم کمه.
ارتباط انسان با خدا به همین محبتشه. اولیاء الله ایمینای اولیاء الله کسانیه که خدا را دوست دارن، به خاطر دوستی خدا به غرایز خود عمل نمی کنن، معصیت نمی کنن. این می اولیاء الله ای اولیاء الله این منجا به اونا بیمه این در همین دنیا بیمه این اونا را خدا بیمه کرده، در قرآن اینا را بیمه کرده، خدا را دوست داره. به خاطر امو دوستی با خدا معصیت نمی کنن، نگه نه دوست ناراحت میشه. ما خدا را دوست داره. یک نفر پدر و مادر دوست داره، با پدر و مادر معصیت نمی کنه. اونا یک عرفی میگه این سرخ پایین مندازه، میگه من پدر و مادر من دوست دارم، نمی خوام که جواب بده. پدر و مادر چیز دوست داره، اولاد خوده، اولاد تخلف میکنه، غریبت میکنه، پدر و مادر او را از خانه بیرون نمیکنه، دوست داره. اگر ما همین قسم شدیم میشیم اولیاء الله. اولیاء الله که شد بیمه میشه، ای بیمه میشه، شرکت خدا شرکت بیمه هم داره. این در قرآن بیان کرده، الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم، اینا نه ترس دارن نه حزن دارن، به دنیا باشن به زندان باشن به پادشاهی باشن نه ترس دارن نه غم، به برزخ برن وقتی مردن باشه با کشنی. همه تو میرن از دنیا، همه تو میرن که نه قبر ببینن نه حساب و نه کتاب، با او تشریفات خاص در برزخ باشن، در میدان قیامت باشن، بهشت باشن، نه ترس دارن نه غم، بیمه این دیگه. این خیلی مقام بالایه، خدا خیلی شرکت بزرگی بیمه داره. هیچ وقت هم برشکست نمیشه این شرکت، خدا خیلی قدرت داره، همه چیزم میده، بیشترم میده میده میده، بعد ولدینا مزید، از این بیشترم ما داریم میده. ما خیال میکنیم که به اصطلاح بلا تشبیه جیب خدا مثل جیب مایه، کم میده. نه، خدا قدرتش لایتناییه، هر چی که دل آدم بخواه میده. فی ما تشتهی انفسکم، هر چی که بخواهید اونجا است به شما میده. خب سیوم، یکی او بود در اخلاق با خدا، یکیم یاد خدا بود. یادم خواندیم که ام باید یاد به زبان باشه، خصوصا سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر، یا به دل باشه. خیلی اوقات ما و شما یک کار داریم، دوست شما یک ماه، دو ماه، شش ماه او رو ندیدین، پدر شما، مادر شما، فرزند شما، خواهر شما، برادر شما، یک دوست عزیز شما ندیدی او را، پنج شش ماه یک کلمه با او صحبت نکردی، به زمانم نمیگی که فلانی، ولی او به دل توه، نان میخوری، را میری، صحبت میکنی، او به دل توه. اینی یاد نفسانی، یاد قلبیه. این خیلی ثواب داره که اگر این قسم آدم به یاد خدا باشه، ای از گفتن سبحان الله بهتره. در سبحان الله ممکنه روح ما غافل، روح ما به دیگه چیزا فکر، فکر ما جای دیگره، فقط به زبان ذکر میگیم. کار خوبیه، کار خوبیه، همین خوبه. بین را میریم فکر ما به طرف موتر و مردم و اینایه، ولی به زبانم میگیم با خود میخوانیم سبحان الله و الحمدلله. اما اگر همی سبحان الله اول شکم سختم است، ذکر قلبی اگر عادت کنیم کمی تو که میریم میاییم به دل خود بگوییم، یعنی من تو ششتیم به قلب خود میگه که سبحان الله و الحمدلله تا آخر میخوانیم. این ذکر خدا بود. دویومین صفت عمده اخلاق انسان با خدا، ای به قلب مربوط میشه. او ذکر زبانی به فقه مربوط میشه، در فقه مستحبه که آدم ذکر بگوید، اما ذکری که به قلب باشه از جمله صفات ما میشه، مربوط میشه به اخلاق. این دوتا. من میخوام در این ذکر زبانی یک حرف دیگری را بگم. شما اگر دمی تسبیحات اربعه را بخوانید که برکت سه و چهار نماز میخوانیم،
تسبیح هم پیش شما باشه، فرض کنین که روز یک تسبیح گفتین، روز صد دف، مای 3000 میشه، مای 3000 میشه، سال 36000 میشه تقریبا، این ضرب کنین دیگه، سال 36000 مرتبه سبحان الله و الحمدلله را گفتی. فرض کن که 100 سالم زنده بودی، همین 36000 ضرب بزن به 100، تقریبا 3,600,000 میشه. شما در 100 سال عمر خود 360,000 مرتبه خدا را ذکر گفته، خیلی زیاده، خوبه. ولی یک رای دیگه هست به نظر من، رای انقلابی. یک نفر می گفت من با خود نظر کرده بودم که در برزخ یک، حالا این که صحبت می کنم در جلسه دیگر، والحمدلله رب العالمین.